این مصاحبه‌ای که توجه می‌کنید خیلی سریع انجام میشه. من به مرکز زنان اومدم، مرکز فعالیت زنان در برلین. خانم دوخی مسئول این قسمت هستن. خواهش می‌کنم که در مورد این مرکز صحبت کنید. با سلام به بینندگان تلویزیون یک. بله، حدود 22 سال پیش پروژه تیو به عنوان یک فرعین در برلین پایه‌گذاری شد که کارش مستقیماً مشاوره برای خانم‌های خارجی بود. در حین این کار ما متوجه شدیم که فقط مشاوره باعث نمیشه که زنان خارجی در آلمان استقلال پیدا کنند، بلکه باید حتما یک شغل یاد بگیرن. بنابراین از پروژه براتونگ مشاورمون، این پروژه‌ای که من الان توش کار میکنم، به دنیا اومد. یعنی سال 1990 پروژه تیو کوالیفیسیرونگس پروژکت که کار ما در واقع این هستش که در 18 ماه حدود 37 نفر زنان متفاوتی که از کشورهای متفاوت میان در این پروژه، از جمله ایرانیان در این پروژه سعی میکنن که مدارک تحصیلی که برای وارد شدن در آسپیلدونگ مهم هست بگیرن و در این حال آماده بشن برای کارآموزی هایی مثل تربیت معلم کودکان، پرستاری سالمندان و حتی کارهایی که در دفترداری هست. بله. یاد بگیرن. بله. در حال حاضر در این 10 سال اخیر 210 نفر اینجا کوالیفیسیرن شدن، 62 نفر معلم تربیت کودکان شدن، 13 نفر پرستار شدن، 10 نفر پرستار سالمندان شدن و ما یک فرنتس بزرگی با تمام مدارس پرستاری در برلین. بله. با مدارس پرستاری سالمندان در برلین به وجود آوردیم که مستقیما شاگردهای ما را میپذیرند. در عین حال این پروژه سعی میکنه مشکلات این جامعه رو در نظر بگیره و کنسپت های جدیدتری هم به وجود بیاره، از جمله برای زنان بیکار که دوباره وارد کار میخوان بشن، کورس های متفاوتی رو میذاره تا بتونن دوباره وارد بشن، زبانشون بهتر بشه و وارد کار بشن. بله. به غیر از این ما در تلاش هستیم که یک کنسپت جدیدی رو هم به وجود بیاریم که به نام این هستش پرستاری چند فرهنگی، چون این مهاجرین به خصوص کسایی که سالمند هستن در هایم های سالمندان میرن و عقاید اسلامی که دارن و یا فرهنگ های مختلفی که دارن مورد توجه پرستاران قرار نمیگیره. هدف ما این هستش که در آسپیلونگ ها این مطلب رو وارد بکنیم که تدریس بشه حتی به پرستاران آلمانی. بله. تا بتونن به طور مثال خانم‌های ترک یا آقایان ترکی که سالمند هستن و حتی در تخت فوت در بیمارستان‌ها به سر میبرن، با عقاید خودشون فوت بکنن، به اون عقایدشون، رسم و رسوم خودشون. بله. و از گرفتن غذا هست، غذاهای متفاوت که مثلا غذای خوک خورده نمیشه، به این مسئله زیاد توجه نمیشه، شستن یک مریض که با فرهنگ آلمانی انجام میشه و با فرهنگ اسلامی تمایل نداره، نمیپذیرن همدیگر رو. اینها همه هدفهای ماست که ما بتونیم یواش یواش در جامعه شکل بدیم به این مسئله. من به شما تبریک میگم، برای که میبینم یک طرح بسیار بسیار جالب انسانیه. از این گذشته اینکه شما در سالهای گذشته زحمت کشیدین گروهی از زنان ایرانی رو باجت کاری کردید که تحصیلشون ادامه بدن و الان همین در جهت تحکیم خانواده باجت گام موثری است که یک خانم میتونه در کنار شوهرش کمک کنه و زندگی خوبی داشته باشن. من دوست دارم که در اینجا یک مسئله ای رو تاکید بکنم. پروژه ما یک پروژه زنان هستش، ولی همیشه در جامعه، حتی در جامعه آلمان، وقتی نامی از پروژه زنان برده میشه، همه فکر میکنن که ما مخالف مردان هستیم. این ولی فکر رو من نکردم، به همین خاطر من برای مصاحبه با شما اومدم. میخوام اینو بیان کنم برای بینندگان عزیزمون. جالبه. که پروژه ما یک پروژه ایست که این عقیده رو داره که اگر زنان تحصیل کرده باشن میتونن دوش به دوش مرداشون با اون مشکلاتی که در این جامعه، در این غربت که ما هستیم، دوش به دوش مردان این مشکلات رو حل بکنن. بلوسه. تنها مسئولیت کل خانواده رو به عهده مردان ندن، بلکه با هم
زندگی رو بتونن بچرخونن، چون بله. مشکلات غربت خیلی شدیدتر از اون هستش که بله. در هوروهوش خانواده ها بله. دایی و عمو و خاله آدم بتونه بله. داشته. خیلی خوشحال شدم از دیدن شما، تبریک میگم به خودم به همه هموطنانمون که یک همچین مرکزی در برلین وجود داره و هم مسئولش خانم دخی یکی از هموطنان ما هستن. برای شما و همه تیمتون آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم هر روز ما رو در جریان بگذارید ببینیم چه خبر آخه در این برلین چه میگذارید. حتما متشکرم.